ابراهیم یزدی تو جریان انقلاب 57 ایران از نزدیکترین مشاوران آیت الله خمینی و عضو شورای انقلاب بود. ایشون تو نخستین دولت بعد از انقلاب معاون نخست وزیر و سپس وزیر امور خارجه شد. اما به سرعت به همراه دیگر یاران خودشون توی نهضت آزادی از قدرت کنار گذاشته میشن و به منتقدان حکومت جدید میپیوندن. اما چرا و دلیل حکومت چی بود؟ سلام، من مونا هستم و اینجا کانال تاریخ مشاهیر ایرانه. تو این ویدیو قراره به سرنوشت ابراهیم یزدی، طراح و مؤسس سپاه و مبتکر روز قدس و دلیل حکومت برای رد صلاحیتش بپردازیم. پس لطفاً تا آخر این ویدیو همراه هم باشید و حتماً با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانالم بشید. ابراهیم یزدی متولد 10 مهر سال 1310 توی قزوینه. یزدی تو سال 69 توی نامه‌ای به احمد خمینی ضمن اعتراض به سخنان ایشون نسبت به خودش یادآور میشه که اگر کسی ندونه شما خوب میدونید که برنامه سیاسی و اجرایی آقای خمینی رو من تنظیم میکردم و ایشون اونو اصلاح یا تصحیح میکردن. بعدها هم طبق اون شورای انقلاب و دولت موقت تأسیس شد. شما به کسی این اتهامات پوچ و بی‌اساس رو زدید که طراح و مؤسس سپاه پاسداران روز قدس بوده. مواردی که آقای یزدی تو این چند سطر نوشته نقش ایشون رو توی شکل گیری و تقویت جمهوری اسلامی نشون میده. آقای یزدی خاطراتش رو از کودکی تا سالهای انقلاب تحت عنوان 60 سال صبوری و شکوری توی 3 جلد منتشر کرده. ایشون تو جلد اول این کتاب نوشته که در آذر سال 1321 زمانی که ایشون محصل مدرسه سادات بودن یهو سکوت مدرسه به هم میریزه و شاگردان مدرسه توی هیاهوی به خیابونها میریزن. از اونجایی که منزل آقای یزدی تو خیابون ایران نزدیک مجلس شورای ملی بود، اون مجبور بوده که از جلوی مجلس رد بشه. ایشون نوشته که وقتی جلوی مجلس رسیده جمعیت زیادی اونجا جمع شده بودن و شعار میدادن نون و پنیر و پونه، قوام گشنمونه. اون زمان قوام نخست وزیر ایران بود. به گفته آقای یزدی اولین بار بودش که خودش رو در بین مردم میدید که علیه دولت شعار میدادن. ایشون در سال 1339 تصمیم میگیرن که برای تکمیل تحصیلاتشون به آمریکا برن. تو آمریکا هم علاوه بر تحصیل به عنوان یک مسلمان روشنفکر به فعالیت‌های سیاسی میپرداختن. ابراهیم یزدی بعد از تأسیس نهضت آزادی ایران به عنوان رئیس شورای خارج از ایران این تشکل سیاسی انتخاب میشن. ایشون همچنین با بعضی از گروه‌های مبارز اسلامی در خاورمیانه ارتباط برقرار میکنن و با همکاری مصطفی چمران و محمد توسلی در جنوب لبنان یک پایگاه آموزش نظامی راه اندازی میکنن. از این رو نام اون برای بعضی از جنبش‌ها و کشورهای اسلامی نامی آشنا بود. یزدی نوشته تو جریان 18 سال قربت با آقای آیت الله خمینی ارتباط داشته و سالها نماینده ایشون برای دریافت و هزینه وجوهات بوده. او حداقل سالی یه بار به خاورمیانه و نجف سفر می‌کرده. هر وقت هم که دولت وقت عراق آقای خمینی رو تحت فشار قرار می‌داده، اون از یزدی و دوستاش کمک می‌خواسته. آقای یزدی گفته که رابطه سازمان یافته با آقای خمینی داشته و به همین دلیل هم آقای خمینی زمان ترک عراق ازش میخواد که باهاش همراه بشه. ایشون تو خاطراتش نوشته که به سختی خودش رو به نجف رسونده و یک شب هم تحت نظر نیروهای امنیتی عراق توی مهمونخونه ای اقامت کرده. صبح روز بعد درست موقع حرکت آقای خمینی به سمت کوبک خودش رو به منزل ایشون میرسونه. خودش میگه که بعد از خودداری کویت از پذیرفتن آقای خمینی اون پیشنهاد سفر به پاریس رو مطرح میکنه. اما سالها بعد از انقلاب احمد خمینی و بعضی از نزدیکان آقای خمینی منکر این ماجرا میشن. ابراهیم یزدی در مدت اقامت آقای خمینی توی نوفلوشاتو همراه و یکی از مشاوران ایشون بود. گفته که تو بعضی از روزها صبح زود که با آقای خمینی تو کوچه های زیبا و آرام فرانسه قدم می زده درباره حکومت آینده ایران با هم صحبت می کردن. آقا، حالا دنیا خوب می دونه که ملت ایران و شما چه نمی خواهید، ولی نمی دونن که چی می خواهید. این که بگیم شاه بره که کافی نیست، شاه باید بره، اما چطوری؟ اصلا با رفتن شاه کشور با خطرهایی روبرو می شه. شما چه برنامه برای بعد از رفتن شاه دارید؟ بعد از این سوالات آقای خمینی از یزدی میخواد که برای اون برنامه‌های راهبردی رو تنظیم بکنه.
یزدی هم این برنامه ها رو تدوین میکرد و آقای خمینی اصلاحاتی رو توی کپی متن‌هاش انجام میداده. این راهبردا شامل تشکیل شورای انقلاب، تشکیل دولت موقت و برگزاری رفراندوم برای تغییر سلطنت از پهلوی به حکومت جمهوری اسلامی بود. ایشون تو خاطراتش اشاره کرده که آقای خمینی کلمه جمهوری رو خط زده و بعضی از این اصلاحات به خط خود آقای خمینی و بعضیش هم به خط حاج سید احمد آقا بوده. یزدی تو خاطراتش ذکر کرده که آقای خمینی توی پاریس بعد از نماز شامگاهی برای حضار صحبت میکرده و این حرفها ضبط و تکثیر میشده. این سخنان شامل مسائل روز ایران و جهان بوده که آقای یزدی اونها رو یادداشت میکردن و آقای خمینی هم روزهای شنبه اونها رو برای مردم میخوندن. اما بعد از پیروزی انقلاب، ابراهیم یزدی ابتدا در شورای انقلاب و سپس به عنوان معاون نخست وزیر و وزیر خارجه توی دولت موقت مشغول به کار میشه. ضمن اینکه همچنان به آقای خمینی مشاوره میداده. اون مدتی هم سرپرستی روزنامه کیهان رو به عهده داشته. با استعفای دولت موقت، ابراهیم یزدی به عنوان نماینده راهی مجلس اول میشه. اما اون رو هم فکراش با آغاز دهه 60 و حذف رقیبان توسط جمهوری اسلامی از حاکمیت خارج میشن. به نظر میرسه ارتباط اون با آقای خمینی کاملا قطع شده بوده. آخرین دیدار اون با بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تو سال 64 بودش که به درخواست آقای خمینی صورت گرفته و یزدی درباره جنگ ایران و عراق توصیه هایی رو به ایشون داشتن. ابراهیم یزدی بعد از درگذشت مهدی بازرگان تو سال 73 به عنوان دبیر کل نهضت آزادی انتخاب میشه. اون بعد از انتخاب محمد خاتمی به ریاست جمهوری ایران تو سال 76 و در دوران اصلاحات به همراه گروهی دیگه از چهره‌های سیاسی منتقد حکومت به فعالیت‌های سیاسی خودش اضافه میکنه. آقای یزدی تو سال 84 در پایان دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام میکنه و میگه که این فرصتیه برای حکومت که رفتارش رو در قبال منتقدان که بخواد اصلاح بکنه انجام بده. اما شورای نگهبان صلاحیت ایشون رو رد میکنه. بعد از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری ایران در سال 88 که اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد در اون به اعتراضات گسترده انجامید، آقای یزدی چند بار بازداشت و هر بار مدتی زندانی میشن. ایشون در اواخر عمرشون از کهولت سن و سرطان پروستات رنج میبردن که بعد از زندانهای متعدد بیماری قلبی و آلزایمر و بعد از اون به سرطان پانکراس مبتلا میشن و در سالهای آخر عمرشون تحت درمان قرار میگیرن. یزدی در دیماه سال 95 قصد داشت برای انجام عمل جراحی به ایالات متحده آمریکا سفر کنه. با مخالفت سفارت آمریکا برای صدور روادید مواجه میشه و به علت شرایط جسمانی تو شهر ازمیر ترکیه تحت عمل جراحی قرار میگیره. ایشون دو هفته آخر عمرش رو به علت وخامت حال عمومیشون بعد از عمل جراحی بستری میشن و در واپسین ساعت‌های روز پنجم شهریور سال 96 تو سن 85 سالگی در ازمیر ترکیه درگذشتن. مرسی از اینکه تا آخر این ویدیو همراه هم بودید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید اونو لایک کنید و اگر درباره ابراهیم یزدی و نقششون تو انقلاب نظری دارید حتما برام کامنت بگذارید. تا ویدیو بعد خدا نگهدار.